سلام. یه اتفاق خیلی بامزه توی طبیعت رخ میده که بهش میگن اثر امپمبا. ماجرا اینه که پسر بچه گویا میخواسته بستنی درست کنه و فهمیده بوده که شیر هرچقدر گرمتر باشه وقتی میذاریش توی یخچال زودتر سرد میشه. خب این عجیبه دیگه، یعنی انتظار ما اینه که چیزی که خنک‌تر باشه باید زودتر سرد بشه. ما الان داریم میبینیم که نه، چیزی که دمای بالاتری داره زودتر چیزی که دمای پایین‌تری داره به دمای خاصی میرسه. و خب برای فیزیک دونا این پدیده کمی عجیب بوده و مردم مدت هاست که دارن وقت میذارن روی اینکه بتونن بفهمن چرا. چند تا مشکلی وسط هست. یکی اینکه اولا آزمایش های فیزیکی باید قابل تکرار باشن و فراهم کردن شرایطی که بشه این آزمایش ها رو همینطور انجام داد و با شرایط یکسان نتایج رو مشاهده کرد خیلی سخت بوده. یه مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر ما یه آزمایش رو با آب انجام بدیم شاید براتون خیلی مثلا مسخره باشه که خب سرد کردن آب که کار نداره. اما الان ایده اینه که من میخوام یه آزمایش خیلی دقیق‌تر کنم که آب رو خیلی سریع سرد کنم. اون موقع وقتی دقت میره بالا ذرات گرد و خاک مهمن، اون ناهمگینی های توی اون جداره ظرفی که من دارم این آب رو توی سرد میکنم مهمه. و از اون جهت هم اگر بخواید تئوری به مسئله نگاه کنید کلی کاندید هست میشه که این پدیده رو گردن اونو انداخت، مثل مثلا چی میگن پیوندهای هیدروژنی، مثل جریانهای همرافتی توی آب، یا مثلا حل شدن یه گازی توی آب، چیز خیلی چیزهای مختلفه که میشه اینو بهش ربط داد. برای همین واقعا اونقدر هم ساده نیست که آزمایش دقیقی طراحی کنیم که این فرایند سرد کردن رو دقیق و یکسان انجام بدیم. از اون طرف هم تئوری براش نوشتن کار آسون نیست. اما خب تازگی ها مردم کار کردن، هم تئوری خوب الان براش داریم، هم که تونستیم به کرات، یعنی تعداد زیادی این آزمایش رو توی اون تنظیماتی که دوست داریم تکرار کردیم توی اون شرایط مطلوب. فیزیک مسئله از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که خب ما یک سیستم کوچیک داریم که با یک منبع حرارتی در تماس، برای همین سیستم ما داره انرژی جابجا میکنه و هر کسی که یکم فیزیک آماری بلد باشه میره سراغ معادله فوکر پلانک. یعنی چون که سیستم ما یک سیستم کوچیکیه که در حال تماس مداوم و تبادل انرژی با حمام گرماییه، وضعیت توصیف کنندهش در حقیقت یه رندوم وریبله، یک متغیریه که با یه معادله توصیف میشه به اسم معادله فوکر پلانک. معادله فوکر پلانک یک جورایی شبیه به معادله نیوتونه، یعنی F مساوی MA، با این تفاوت که یه معادله دیفرانسیل جزئیه که شامل نیروهای اصطلاحاً تعیونی و غیر تعیونی میشه، چون ما یک قاعده هایی داریم برای اینکه سیستم تحول کنه و خب قاعدتا توی اینجور سیستم های دور از تعادل هم نویز داریم. برای همین به کمک معادله فوکر پلانک میتونیم تحول این سیستم رو که یک متغیر تصادفی رو توصیف کنیم. خوبی این چارچوب، یعنی به کمک معادله فوکر پلانک نگاه کردن بهش، اینه که در دراز مدت جواب های این مسئله یک ترکیب خطی از دو تا چیز، یک حالت مانا استیشنری استیت و یک تک آیگن مودی که افت میکنه، دیکی میکنه. برای همین چون جواب ترکیب خطی این دوتا چیزه، اگر یه سیستمی این قسمت دومش که آیگن مود افت کننده است دامنش کمتر باشه، یعنی زودتر به تعادل میرسه. پس تئوری به ما میگه که اگر یک سیستم داغی اون قسمت دومش آیگن مودی که داره آروم میاد پایین دامنش کمتر و از یک سیستم کمتر داغی باشه، پس این سیستم باید زودتر به تعادل برسه دیگه، چون مشارکتش از دور از تعادل نگه داشتنش کمتر میشه. پس تصویری که از فوکر پلانک داریم اینه که دامنه اون ویژه تابعمون باید وابستگی غیر یک نواختی
غیر یک نوایی داشته باشه به اون دمای شروع. یعنی در حقیقت ما یک ریلکسیشن پروسس غیر عادی داریم. از لحاظ تئوری اوکی، یا یعنی اینو میشه فهمید که توی تصویری که ما از فوکر پلانک داریم میشه همچین ساختاری داشت، ولی ایده اینه که توی آزمایش چطور میشه این ستینگ رو ایجاد کرد. یا آقای اسم کومار توی دانشگاه سایمون فریزر کانادا آزمایش هوشمندانه طراحی کردن و در این سری ذرات کلویدی، ذره کلویدی یعنی چیزی که تو آب حل نمیشه، رو با یه اندازه میکرومتری در نظر گرفتن. اون موقع برهم کنشی که این ذره به عنوان منبع گرم و حمام داره با آب‌ها توی یک پتانسیلی قرار میگیره، اون این برهم کنشه که یه پتانسیل دو چاه هست، یعنی بجن که یو شکل باشه شبیه دبلیوه ولی خب نامتقارن. اون موقع با تجربه ابعاد اون ذره و زمانی که نیاز داره برای سرد شدن، این خیلی شبیه آزمایش آب و یخ میشه. من جزئیات آزمایشگاهشون رو زیاد سر در نمیارم، میتونید برید مقالهشون رو بخونید، ولی خلاصه که اینا چیکار کردن. اینا اومدن که یه آزمایش طراحی کردن با یه سری ماده کلویدی و اونجا نشون دادن که میشه یه چاپ پتانسیل طراحی کرد که این ذره وقتی شروع میکنه به نیرو بهش وارد میشه به خاطر عدم تقارن و این ویژگی‌های چاه، همون ایده آب و یخ رو برامون تجسم کنه. چیز بامزه تر از بقیه آزمایش ها اینه که ما برعکسش هم میتونیم ببینیم، یعنی نه تنها سیستم گرمتر زودتر سرد میشه، میتونیم از اونور هم ببینیم که سیستم سردتر زودتر گرم میشه. ولی خب این خیلی چیز هیجان انگیزی. حالا همه این داستان به چه دردی میخوره؟ آینده‌ای که پیش بینی میکنیم از این درک ما چیه؟ خب قبل از جواب دادن به این سوال مرور کنیم که ما یه تئوری پیدا کردیم بهش میگن معادل فوکر پلانک برای سیستم آماری کوچیک، و برای اینکه تست کنیم آیا این تئوری سازگار، یک آزمایش خیلی ساده تر راهی کردیم، ذره کلویدی توی آب، و دیدیم که اثر ممبارو میشه دید، اثر امپمبارو میشه دید. پس این نشونده که فرمالیزم کار میکنه، یعنی ریاضی که برای این مسئله میشه خیلی مسئله رو خوب توصیف میکنه، اما آزمایش خیلی آزمایش ساده ایه و شبیه به اون چیزایی که دلمون میخواد واقعا ببینیم نیست. اما خب چون فوکر پلانک رو بلدیم برای چیزایی هم حل کنیم، پس یک عالم کاربرد دیگه میشه براش حد زد. یعنی مسئله فقط حالا دیگه این نیست که من راجع به یه محلول به این ساده دارم حرف میزنم، میتونم راجع به چی دیگه مثلا حرف بزنم؟ راجع به یک عالم سیستم های بس ذره‌ای توی فیزیک ماده. چگاه مثل چی؟ مثل گازهایی که ذراتشون درشته، بهشون میگن گرانولار گاسیز، یعنی ذره، مواد ذره‌ای بهشون میگن، یا مثل سیستم های شیشه اسپینی، اسپین گلاس، یا این رزوناتورهای اندازه نانوی، نانو تیوب رزونیتورز. یه جای دیگه که خیلی من دوستش دارم اون جایی که مربوط میشه به مدل آیزینگ، یعنی فکر میکنم که اثر ممبار رو روی یه آیزینگ مدل تست کردن و خب این خیلی هیجان انگیزه. چرا؟ چون مدل آیزینگ یه سیستم بسترهی با برهم کنشایی که از خودش رفتار جمعی نشون میده و ما این مدل آیزینگ رو یک عالم جا استفاده میکنیم، خود فیزیک ماده چگال و حتی بیرونش، و یک عالم اتفاقات جالب و هیجان انگیز میشه روی مدل کرد. پس حالا اگر من بتونم روی همچین سیستمی اثر ممبار رو مدل کنم، اون موقع این پارامتراش اصلا کلی افکت کاربردی بهم میده، که من بتونم یه سیستمی رو مثلا توی دمای بالاتر زودتر سردش کنم، و حالا اگر سیستم آیزینگ مدل باشه، خب این خیلی درک جالبی میده. پس با یه آزمایش ساده تونستیم یه نظریه رو تست کنیم، جواب داد، حالا میتونیم این ریاضیاتمون رو برداریم بریم یه چیزای بهتری تست کنیم. اما ما الان داریم راجع به سیستم تک ذره‌ای حرف میزدیم، یعنی آزمایش ها و این حرف ها. اگر
سیستم واقعا تعداد زیاد باشه، n تا ذره داشته باشیم، بعد میدونیم که این ما راجع به چیزی حرف زدیم به اسم اکسپنشن آف مثلا آیگن فانکشن و این حرفا. واسه این موقع نشه ما اکسپنشن رو نوشت، یا اگرم بشه نوشت نشه زیاد کار کرد باشه. واسه این یه چالشه. یه مسئله اینه که خب گاهی از اوقات یه سری ترمای ما غیر خطی داریم و درد سر خاص خودشو داره، و باز این سوالم مطرحه که فاصله این اصطلاحاً مینیموم های موضعی توی این چاه پتانسیل با اون مینیموم مطلق کجاست، یعنی این متا استیت هایی که ایجاد میشن این فاصله شون چه اثری داره، و خب این مهمه دیگه. خلاصه که برای سیستم های بزرگ چالش ها هنوز هست، ولی خب حدس های خیلی خوبی هم داریم راجبش. نتیجه اخلاقی این ماجرا اینه که یک عالم اتفاق اینجوری وجود داره، مثل اون موقعی که ذره آب و قطره آب رو میندازیم و داغ میشه، دورش یه بخاری تشکیل میشه و اونو بیشتر نگرش میداره، یک عالم این چیز ها هستن که توی ترمودینامیک دارن رخ میدن و غیر بدیهی هن. اما اگر ما درک درستی ازشون پیدا کنیم، مثلا هم میتونیم رو مهندسی کنیم و توی صنعت استفاده کنیم یا جاهای دیگه و تکنولوژی باش بسازیم، از اون طرف هم خب درک نظری و فیزیک آماری پشتش خیلی هیجان انگیزه. خلاصه که این مسئله امپمبا مثل اینکه یه سرانجامی براش پیدا شده. من اون موقع که ترمودینامیک میخوندم با این مسئله آشنا شدم و خیلی لذت بردم.